وضعیت در ایران عادی نیست و این وضعیت غیر عادی باید خودش رو در اقداماتی که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم نشان دهد. به بیان دیگر، خواسته‌های ما باید متناسب با اضطراری بودن شرایط باشد و نه اینکه در چارچوب خواسته‌های همیشگی که در سایر موارد نقض حقوق بشر طلب می‌شود باقی بماند. این نکته اصل قضیه است. ببینید، آخرین باری که وضعیت اضطراری اعلام شد کی بود؟ اوکراین. قبل از اون کی بود؟ سوریه. قبل از اون کی بود؟ بنغازی در لیبی. یه دفعه اعلام وضعیت اضطراری کردن. ای مردم، دارن میکشن، مردم در اینجا به خطرن، وضعیت عادی نیست، غیر عادیه. و در وضعیت غیر عادی شما حق دارید که رفتار غیر عادی کنید. اگر شما یک اکتر یا بازیگر دولتی هستید یا حکومتی هستید یا به آمریکا غربی هستید، دیگه اونجا حتی لازم نیست به شورای امنیت مجوز بگیرید. وضعیت غیر عادیه، حمله کن، هواپیما بفرست، ناتو دخالت کنه. وضعیت غیر عادی دیگه نیاز نداره که حتی شما رفتاری درون چارچوب قوانین بین الملل یا قوانین ساختی خودت انجام بدی. چون وضعیت غیر عادی است. این نکته رو ببینید که شادی صدر انجام میده. در واقع این استرار یا استیت اف امرجنسی که دارن به وجود میارن، این اصل قضیه است. میخوان همه چیز رو ممکن کنن. شادی صدر داره فضای سیاسی ایران رو مجاهدین خلقی میکنه، منافقینی میکنه. خب ما سالها در غرب بودیم و میدونیم که مجاهدین هر گونه به شکلی همکاری با جمهوری اسلامی یا زندگی عادی رو همکاری با جمهوری اسلامی میدونستن. اگه کسی میرفت و میومد به ایران، براشون خیانت بود. برای همین شما اصلا سفارت نمیخواین. سفارت برای چی؟ که مثلا مادرت بخواد بیاد شما رو ببینه، بچه‌ت رو ببینه. یا تو مثلا بری ایران بخوای پاسپورت رو تمدید کنی، تو غلط میکنی، پاسپورت داری. خائن، بی‌شرف، مزدور جمهوری اسلامی. با چی پاسپورت داری تو؟ پاسپورت نباید داشته باشیم ما. ما تا روزی که انقلاب مریم رجوی و شادی صدر و مسیح علی‌نژاد پیروز نشده، حق داشتن پاسپورت، رفتن دیدن پدر مادرمون نداریم. پدر مادرمون میتونن بیان هر 5-6 سال بار اشرف 10 دقیقه ما رو ببینن. اونم اشرف، خب بیشتر از اون اصلا نیاز نداریم. چریک که زندگی خانوادگی نداره که، چریک فقط باید مبارزه کنه. برای همین سفارت مفارت و اینها وجود نداره. اینا دارن فضای سیاسی رو کلا مجاهدین خلقی میکنن. یعنی اینکه آقا، یا اون خانمه یادتونه توی ایران اینترنشنال میگفت جاش ها خائنین در کردستان با شناسایی شن و در فضای جنگی بعد کشته شن، اینم همینه. خب وضعیت غیر عادیه و سفرا باید اخراج شن و هر کسی که اون وسط وایسم باید با سنگ بزنیم و لهشون کنیم. اینها خائن هستن. چیز دردناک ببینیم این چیه؟ اینه که این صدا رو بعد ما از دل مثلا بچه های دانشگاه هم میشنویم. ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما ملحق شوید. خب چرا مهمه این حرف؟ به این علت که دانشجو هم داره میگه اون وسطی وجود نداره. قبلا میگفتن ملت چرا نشستین اینجا شده فلسطین. یعنی به شما تقاضا میکردن، اپیل میکردن، ازتون میگفتن که آقا ببینید اینجا اوضاع داره ظلم میشه، شما به ما کمک کنید. الان اینجور نیستش. ما تماشاگر نمیخوایم. چرا ملحق نمیشیم به ما؟ اونایی که نشستن بی غیرتن. خیلی شعارای این بود که اونایی که نشستن بی غیرتن و فضا داره طوری رادیکال میشه که تو نتونی یا حتی اگه بخوایم جرأت نکنی که به اونور نپیوندی. این خیلی مهمه. این یکی از مختصات این جنگ هیبریدی حال حاضره. این جنگ هیبریدی حال حاضر با کلیک، با کامنت، با ریتویت شروع میشه. فضا رو چنان تند میکنه که تو جرأت نکنی که نگی مرگ بر جمهوری اسلامی، جرأت نکنی که در جایی وای نستی که فردا دیگه رابطت با همه چی بسته شده، اپوزیسیون مطلق شدی، نمیتونی به جایی کار کنی و اون موقع و احتمالاً از جایی هم که هستی اگه هنرمندی پرتت میکنن بیرون، کنسرتات هم لغو میشه و مجبوری اپوزیسیون چی؟ بعد از اون دیگه چاره ای نداری. باید اپوزیسیون چی؟ یا باید از کشور خارج چی؟ یا بری تبعید و فردا مبارز چی؟ این مجاهدین خلق. مجاهدین شما رو به اون جایی میرسوندن که بعد میرفتی اشرف. جایی جز اشرف نبود. چون اگه داخل میموندی حکومت میخواست بگیرتت، خب زندگی شخصی هم که نداشتی، رفتاری هم از خودت به خرج داده بودی که تای خط بود. تای خط بود. ولكي تحقق النجاح يجب ان انتخاب فرد يدعمها المجتمع الدولي اندیپندنت فارسی که با پول محمد بن سلمان و شرکت SMRI در لندن ایجاد شد و به اون اندیپندنت اصلی هم ربط چندانی نداره، فقط برندش رو از اون خریدن. خب میگه که منظورم از دخالت چیه؟
این با تلفن الحدث مصاحبه کرده، میگه برای تحقق پیروزی این جنبش باید جامعه جهانی از اون حمایت کنه. منظورم دخالت در امور ایران نیست، بلکه جامعه جهانی به از طریق اخراج دیپلمات‌های ایرانی از غرب و فراخواندن دیپلمات‌هایش از تهران و توقف مذاکرات به این جنبش کمک کنه تا فشار بیشتری به نظام بیاد. خب الان ببین تمام خواسته‌ها چیه، نقطه‌ای که روش ایستادن کجاست؟ اخراج سفیران حامد اسماعیلون رو دنبال کنید. نقطه تمرکز اخراج سفیران ایرانی از اروپا و بیرون اومدن، بازگشتن سفرهای اروپایی از تهران به خانه هاشون. هدف چیه؟ زدن رابطه ایران و اتحادیه اروپا است. دقت کنید تا من بهش برگردم. این کارنامش دخالت نیست، بلکه تعهدات بین المللی جامعه جهانی است. همان چیزی که در اوکراین هم رخ داد. یه بار دیگه ارتباط ایران و اوکراین، دقت کنید برنامه‌های ما هر شب به هم دیگه متصله و این به شما اجازه میده که خط روایی این تبهکاران رو بهتر ببینید. چرا جامعه جهانی به این شکل در کنار مردم اوکراین قرار گرفت و تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال کرد؟ خب میگه همین مسئله باید علیه ایران هم انجام شه. بسیار خب، پس خانم انتخابی فرد در ظاهر چی میخواد؟ کارمند مستقیم بن سلمان. یعنی فکر کنید که یه رده فاصله داره با بن سلمان، نه، کارمند مستقیم بن سلمانه. دو هفته سه هفته پیش در پرگار همین خانم رو بردن درباره بن سلمان حرف بزنه و با چنان شوری از بن سلمان حمایت میکرد که ای کاش به شکلی نیروهای ولایی در ایران میاموختن که واقعا ولایت یعنی چی و محبت به ولی یعنی چی. یعنی چنان این اونجا میتونیم بفهمیم ذوب واقعی در ولایت یعنی چی. و وقتی که مجری ازش پرسید که ولی خب بن سلمان آدم کشته این مدت فلان کرده، با عصبانیت گفت که بن سلمان فقط 5 سال در قدرت بوده که 2 سالش هم کرونا بوده و هنوز اصلاحاتش به بار نشسته، شما چطور میتونید نقدش کنید؟ خب این خانم که در واقع پی آر یا گوبلز آقای بن سلمانه میگه که آقا بعد همون کاری برای اوکراین کردن برای ایران بکنن. میگه من پیشنهاد میکنم که ایران رو بمباران کنن، اما اگر اونها بخوان رو تاسیسات هسته‌ای رو توسعه تاسیسات هسته‌ای اصرار داشته باشن، شاید اسرائیل با کمک آمریکا بتونه مناطق مشخصی از ایران رو که در اون تاسیسات هسته‌ای در حال توسعه است رو بمباران کنه. پس بمباران میخواد این بچه و این آخر خطه. خب آخر خط، اگه شما این پرسید که آخر خط چیه، آخر خط اینه، آخر خط اینه که اسرائیل با کمک آمریکا بخشی از تاسیسات هسته ایران رو بمباران کنه. خب بعد ایران ساکت میشینه اونجا، ایران بعد حمله کنه دیگه، 4 تا موشک بزنه، فقط به عین الاسد زد، این دفعه با جای دیگه بزنه، اونا بعد ریتالییت کنن، پاسخ بدن، اونا بعد بمباران کنن. این دفعه دیگه تاسیسات هسته ای نیستش، بعد نیروگاه رو بمباران کنن. وقتی ما میگیم اینا جنگ میخوان، شما میگین که ما داریم دروغ میگیم. وقتی میگیم که اینا میخوان لیبی و سوریه درست کنن، خیلی‌ها میگن که این حرفا رو اینقدر زدین دیگه رنگ و روی نداره، ما انقلاب فمینیستی میخوان. بسیار خب، انقلاب فمینیستی شما کجاست؟ این انقلاب فمینیستی تو من میخوام بهش بپیوندم. من فردا صبح میخوام، اصلا من به آزادی و عدالت جنسیتی هم معتقدم، از خیلیاتون هم بیشتر، من میخوام به این انقلاب شما بپیوندم. حق دارم سوال کنم که آقا این انقلاب شما چجوری میخواد انجام شه؟ چند کیلو بمب قرار رو ایران بندازه؟ تحریم قراره بیاره؟ قرار نیست بیاره. بعد این آخوندها رو قراره که چیکار کنه؟ میخواین زندانیشون کنید؟ بعد تو زندانی که میخواین آخوندها رو بندازید، قراره که دادگام داشته باشن نداشته باشن؟ این سوالا رو حق دارم بپرسم دیگه. چون من تا دهنمو باز میکنم شما حمله میکنید، تهدید به کشتنم میکنید، تهدید به تجاوز میکنید، شما چه میدونم تهدید به پیدا کردن آدرس میکنید، بعد حتی کی میکنید، کثیف ترین چیزهایی که اصلا در ذهن بشر نمی گنجه رو شما دارید میارید. من در این 3-4 هفته داعش رو در قالب زبان شما ما دیدیم. یعنی لازم نیست که ما وایسیم تا داعش اتفاق بیفته. داعش همین الان در ذهن‌های شما اتفاق افتاده. شما ذهناتون، زبانتون، عرصه زبانیتون به شدت داعشی شده و این رو من نمیگم، اپوزیسیون داره میگه. دار زدن عروسک آخوند از پل عابر پیاده اتوبان امام علی تهران 24 مهر 1401. خب شما اینو میخواهید دیگه، شما میخواهید آخوند دار بزنید. خب شماها نیامده خلخالی هستید. یعنی شماها همه دول هم در تاریخ نوشتن انقلاب ها دوره ترور داره. اینو هگل 1807 نوشت، خب در ارجاع و در تفسیرش از انقلاب فرانسه. علتش هم اینه که ایده انقلاب بعداً تفسیرهای متفاوتی پیدا میکنه. استقلال، آزادی، عدالت، جمهوری اسلامی، یکی استقلال براش بزرگتر میشه، یکی عدالت بزرگتر میشه و این سویه های مختلف تفسیر ایده های آرمانی به تضاد با هم دیگه میرسن و با هم میجنگن. ولی که اتفاق میفته؟ ترور سالها، یک دوره بعد از دوره انقلاب
انقلاب اول یک دوره شکوفایی داره، یک دوره گشایش داره، یک دوره رهایی بخشی داره و بعد اتفاق میفته. شما ها انقلابی نیستین، شما تبهکارید، تبهکار. برای همین هم هستش که نیامده دنبال اعدام هستید، برای همین هم هستش نیامده دنبال تصفیه هستید، دنبال پاکسازی هستید، دنبال پیدا کردن آدرس خونه منتقدین هستید تا تهدیدشون کنید، برای همین که در خیابان سنگ میزنید و سنگسار میکنید، برای همین که با افتخار تصاویر تجاوز به بسیجی در خیابان رو منتشر میکنید به جای اینکه خجالت زده باشید و بگید که اینها از ما نبودن، با افتخار بالا میگیرید و میگید که ما اینیم، بقیه‌تون هم بترسید، ما این کارو با شما میکنیم. به جای اینکه شرمنده باشید از این سطح خشونت، شما اینی، شما هیچ سویه انقلابی که ندارید، هیچی. انقلاب میگم ترورش بعد از انقلاب میاد، بعد از 6 ماه 8 ماه وقتی که نیروهای انقلابی به قدرت رسیدن. نه شمایی که هنوز هیچ 4 تا تظاهراتی هستین که گفته میشه مجموعه بازیگران خیابانیتون 100,000 نفر بودن، 100,000 نفر از 85 میلیون نفر، ولی چوبه های دارتون رو برپا کردید، چوبه های دارتون رو برپا کردید. اگر نقد روح الله خمینی در سال 58 به تدریج سخت شد، نقد حامد اسماعیلیون همین الان کفاره داره و شما رو تعذیبتون میکنن و با چماق سراغتون میان و غیر ممکنه شما تابوهاتون، بت‌هایی که ساختید در همین 4 هفته ده ها برابر بیشتر از بت‌هایی است که مذهبی ترین شکل حکومت در تاریخ ساخته. شما برای ساختن نیومدید، برای آبادی، برای اینکه این وطن رو وطن کنید نیومدید، شما اومدید که نابود کنید و برای این کار پول گرفتید. بزرگانتون پول گرفتن، رسما پول گرفتن از سعودی، از اسرائیل، از آمریکا و در اون رسانه ها نشستن با این نقشه کاملی انتخابی فر که میگه اسرائیل باید بمباران کنه. خب معلومه برای چه کاری اومده. و ما حرفمون اینجا به اون بچهای معمولیه، به شمایی که شماها ایدتون، انگیزتون واقعی است و شما با یک جنبش واقعی شروع کردید و جنبشی به حق و اتفاقا جنبشی که میتونست بخش از خواسته های به حقتون رو انجام بده. اگر شما در خیابان آمده بودید و میگفتید که گشت ارشاد نمیخوایم، حجاب اجباری نمیخوایم و روی اون نقطه خواستتون وایستده بودید، یا هر خواسته دیگه، معلم ها میتونستن رو خواسته حقوق صنفیشون بیستن، روزنامه‌نگارا میتونستن رو آزادی بیان بیستن، ولی شما روی این هوای نستدید. شما اومدین گفتین که مرگ. خب و گفتین که میخواهید چه میدونم حکومت رو عوض کنید، میخواهید آتش رو بندازید، میخواهید فلانی رو بکشید و توهین آمیز ترین شعارها رو دادن بخش‌های خوب. و وقتی که شعارها به اون سمت میره، وقتی شعارها به سمت به شکلی انفجار اون خشم میره، خشم، کینه و نفرت، مطمئن باشید که از این کین و نفرت هم چیزی جز کین و نفرت بیرون نمیاد و طرف مقابلتون هم ابزارش از شما بیشتره. برای اینکه اگر شما تازه با 3 هفته 4 هفته با دیدن این فیلم ها مجهز شدین به این کین و نفرت و حاضرین مثلا بیاین تیر چشمه بخورید، طرف مقابل ایمانش از شما قوی تر، احتمالاً 230,000 نفرشون در جبهه کشته شدن و همین الان هم صدها هزار نفرشون حاضرن که شهید شن و فکر میکنن اگر شهید شن به بهشت هم خواهند رفت. برای همین مطمئن باشید که اون کینه شما هیچ نخواهد بود در مقابل اونها. این من بلا ترس نمیگم، از کینه شما فقط یک چیز میاد، از کینه شما تنها چیزی که میاد ویرانی این سرزمین میاد،